هم که از تصاویر جذابی که آقای خسروی محبت کردن و انتخاب کردن لذت برده باشین، کم کم دیگه باید بریم به استقبال پاییز. یعنی استقبال رو که شروع کردیم باید دیگه بریم در آغوش پاییز و امیدوارم که بهار و تابستونمون یه ذره سخت گذشت، پاییزمون خیلی بهتر و روونتر سپری بشه و تو هم با سلامتی. اما سرکار خانم صبور نژاد، سلام علیکم، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر، خوبید؟ قربون شما. قرار چه اتفاقی بیفته؟ امروز یه ذره حال و هوامون حال و هوای طراحانه است. در حقیقت حوزه طراحی یا دیزاین حوزه‌ای که همیشه مهم بوده، یعنی از ابتدای آفرینش‌های بشر مهم بوده. این سال‌های اخیر همراه شدنش با فناوری یه مقدار پیچیده ترش کرده. کسایی که در حوزه طراحی فعالن خیلی رقابتشون بر اساس این تکنولوژی‌ها و فناوری‌ها تنگاتنگ‌تر شده و امروز می‌خوایم راجع به همین حوزه طراحی صحبت بکنیم و یه مقدار وارد جزئیات خواهیم شد. حوزه طراحی یا دیزاین در حقیقت مرز بین علم و هنره و از همین حیثه که خیلی جذابه برای ترویج و کمک میکنه که هم ما بتونیم دانش و فناوری رو بشناسیم، هم بتونیم با اون علاقه که تمام نوع بشر به هنر دارن به علم و فناوری هم از قضا نزدیک بشیم. کسایی که معماری میخونن و طراحی صنعتی میخونن و اینا خیلی شامل این ماجرا میشه در واقع رشته تحصیلیشون؟ دیگه کسی که طراحی صنعتی میخونه در حقیقت کسی که مستقیما تو این حوزه داره کار میکنه، معماری باز به همین صورت. و حالا یه نکته‌ای که داره اینه که به شدت طراحان و معماران و حالا در هر حوزه‌ای آنهایی موفق ترن که میان رشته‌ای کار میکنن. اول مثلا من یه توضیحی بخوام بدم، فرض کنید که ما تمام آنچه که استفاده میکنیم در روزمرمون یا تمام آنچه که آدم‌ها به طور تخصصی استفاده می‌کنن، یعنی یک میکروسکوپی که یک دانشمند استفاده می‌کنه یا یک مبلی که ما روی اون می‌شینیم هر روز یا حتی تاکسی اینترنتی که ما استفاده می‌کنیم، همه اینها رو ما بهش میگیم محصول. تمام این محصولات حاصل طراحی هستن، یعنی یک طراح پشت این هاست. حالا این طراحی میتونه خیلی خوب و فکر شده و با جزئیات باشه، میتونه طراحی خوبی نباشه، ولی مسئله اینه که حتما یه طراحی پشت تمام این محصول ها هست. طراحی محصول با ایده پردازی فرق میکنه؟ فکر میکنم که دقیقاً دست گذاشتین روی جایی که ما میخوایم یه مقداری بیشتر پرورشش بدیم. شروع طراحی همیشه با ایده است. یعنی ما الان اتفاقی که خواهد افتاد تا دقایقی دیگر، ما با یکی از طراحان، یعنی چه اتفاقی ممکنه بیفته؟ ارتباط تصویری داریم. ارتباط تصویری داریم، بله. با یکی از به خدا که نمیدونستم موضوع صحبتش اینه، میگم ناخودآگاه به هم الهام شد. منطقش همینه دیگه، بله. منطق محتوایش این بود. خب الان ارتباط تصویری مون خوشتوی برقرار هست؟ برقرار باشه. من فقط توضیح بدم که ارتباطمون برقرار، شما دیگه هر جور دوست دارین سکانو هدایت کنید. خیلی هم خوب. ما میخوایم پیرو همین بحثی که شما فرمودین راجع به این صحبت بکنیم که از یک ایده اولیه که یک طراح به ذهنش میرسه یا نیازی پیش طراح برده میشه و طراح شروع به کار میکنه تا موقعی که ما محصول رو مصرف میکنیم چه فرایندی اتفاق میفته. در حقیقت ما میخوایم فرایند طراحی رو راجع بهش صحبت بکنیم و خب چه بهتر که به جای اینکه من صحبت بکنم مثل همیشه با یک متخصص درجه یک در حوزه طراحی صنعتی صحبت بکنیم، خانم مریم باهوش ثابت که ایشون طراح هستن و اگر صدای من رو میشنون من بهشون سلام میکنم و میخوام که فرایند طراحی رو برام توضیح بدن. بله، سلام به شما، صبح شما هم بخیر، سلام به همه بیننده های برنامه. بله، فرایند طراحی یکی از مهمترین متدهایی هستش که امروزه داره توی همه جای دنیا توی سطوح کلان و جزئی تر مورد استفاده قرار میگیره. فرایند طراحی یک متد، یک روشه که از چند تا فاز مختلف تشکیل شده و بنا به اختزاعات هر پروژه‌ای این فازها ممکنه تغییرات جزئی داشته باشن، ولی به صورت کلی فرایندی هستش که چه تو تاریخ بشر چه توی دنیایی که امروزه داریم توی قرن 21 زندگی میکنیم بسیار تأثیرگذار بوده توی سرنوشت بشر
چه از اون زمانی که انسان‌ها از با ساختن ابزارها از قارنشینی خارج شدن و تبدیل به انسان متمدن شدن، چه امروزه که توی بخش‌های مختلف به کار برده میشه این فرآیند طراحی. در دست توی این بحث، درسته؟ بله دقیقاً، یعنی این فرآیند طراحی میتونه ساختن یک محصول باشه، خروجیش میتونه یک محصول باشه، میتونه خدمات باشه، میتونه اپلیکیشنی باشه که شما هر روز دارین ازش استفاده میکنین، میتونه یک قانون باشه، میتونه شکل دادن ساختارهای اجتماعی باشه. چرا؟ به دلیل اینکه با انسان درگیره، با یک سیستم پیچیده‌ای به اسم انسان درگیره و سالها این تست شده روی انسان این فرایند. و وقتی الان اگر که لطف کنید اون تصویر اولی که من شیر کردم رو نمایش بدید. بله ممنون. این یه چرخه است فرآیند طراحی که چند تا فاز اصلی داره و اون مرحله اصلی مرحله درک اون مسئله، درک اون صورت مسئله و همدلی کردن با اون شخص یا اون مسئله ایه که برای ما به عنوان طراح مطرح شده. وقتی که مرحله اول درست درک میشه، صورت مسئله درست درک میشه، همدلی اتفاق میفته با پروژه، با مسئله‌ای که پروژه داره، توی مرحله بعدی شما میتونید با استفاده از اطلاعاتی که جمع‌آوری کردید شروع بکنید به ایده پردازی کردن. اون جایی که این خلاقیت و این نوآوری توی فرآیند طراحی وجود داره دقیقاً همین بخشه. شما توی این مرحله میاد تمام محدودیت‌هایی رو که ممکنه توی پروژه‌تون وجود داشته باشه، اهم از فاکتورهای زیبایی شناسی، فاکتورهای ارگونومیک، مباحث تکنیکال توی ساخت، هزینه‌ها، تعمیر و نگهداری و گزینه‌های خیلی زیادی که به ما کمک می‌کنن، اتفاقاً ابزارهای کمکی هستن برای ما که بتونیم یک طراحی خوب داشته باشیم و بتونیم اون رؤیایی که توی ذهنمون داریم، اون ایده بلند پروازانه‌ای که توی ذهنمون داریم رو بتونیم با این محدودیت‌ها به واقعیت نزدیک‌ترش بکنیم. اما توی مرحله اول بعد از صورت مسئله ما سعی می‌کنیم این محدودیت‌ها رو در نظر نگیریم و اون وجه هنرمندانه، وجه هنری، وجه خلاقه طراحی اینجا بروز و نمود پیدا می‌کنه. شما میتونید در واقع یک طراح توی این مرحله شروع میکنه ایده هایی رو میده که شاید به نظر در نظر اول برای حل این مسئله به ذهن هر کسی نرسه. بنابراین بعد از این مرحله ما وارد بخشی میشیم که باید شروع بکنیم کم کم گلچین بکنیم ایده هایی رو که بهتر هستن و نزدیکتر هستن به واقعی تر شدن و اونها رو توی فاز بعدی تبدیلشون بکنیم به نمونه هایی که میتونن مورد تست قرار بگیرن، نمونه هایی که میتونن مورد ارزیابی قرار بگیرن توسط خود طراح و توسط کاربر. با توجه به اینکه میدونم موضوع برنامه امروز شما ساخت نمونه اولیه یا پروتوتایپ با استفاده از چاپ سه‌بعدی هستش، این تکنولوژی خیلی خوبی که امروزه اینقدر امکانات به ما میده که بتونیم یک نمونه‌ای رو بسازیم، اون رو ببریم توی قلب کاربر، توی قلب اون جامعه هدفی که داریم یا کارفرما و بدین دست اون تستش بکنه، مورد استفاده قرار بگیره، بازخورد ازش بگیریم. این یکی از مراحل خیلی مهمه توی فرآیند طراحی، بازخورد بگیریم، برگردیم بیایم روی طرحمون، ارتقا بدیم، ضعفاشو برطرف بکنیم، نزدیکترش بکنیم به اون چیزی که متناسب هست با فاکتورهای طراحیمون، با اون خواسته های طراحیمون، و دست آخر بتونیم تبدیلش بکنیم حالا یا به تولید انبوه بستگی به پروژه داره یا تبدیلش بکنیم به اون محصول نهایی یا خدمات نهایی یا اون بنای معماری، اون منظر، اون اپلیکیشن و و و چیزهایی که قراره به ما یک نتیجه بسیار خوب باشن توی یک فرآیند طراحی خوب و بتونیم اینا رو به سطوح استانداردشون نزدیک بکنیم.
این نکته‌ای که مهمه توی این فرآیند طراحی که بدونیم اینه که این یک سیکل تکرار شونده است. بارها و بارها طراح باید بره به فاز بعدی و دوباره برگرده این سیکل رو از اول شروع بکنه، تکرار بکنه تا بتونه نتیجه و اون محصول نهایی رو توی نزدیکترین حالت ببره به سطوح استانداردی که باید از همه نظر وجود داشته باشه، از نظر ارگونومی، از نظر تولید و ساخت، زیبایی شناسی، اون چیز و اون چیزی که تو ذهن مشتری بوده، نیاز مشتری بوده و یک خروجی خوب از این فرآیند طراحی به دست بیاره. خیلی ممنونم، این فرآیند پیچیده رو برام ساده کردین. امیدوارم که روز خوب داشته باشین. منم ممنونم از شما، سپاسگزارم، وقت شما بخیر. خدا نگهدار. خب یه نمونه خیلی سریع و قابل لمس برامون تهیه کردن دیگه همین اول کار که ما یه تصویر کلی از فرایند داشته باشیم، درسته؟ بله، و من فکر میکنم که این در حقیقت این ارتباط تصویری ما یه مقدمه‌ای بود بر ادامه دادن های برنامه های آتی در حوزه طراحی. ما الان این فرایند رو به طور کلی مرور کردیم خیلی کوتاه و امروز فقط در مورد بخشی از این فرایند، یعنی ساختن نمونه اولیه صحبت میکنیم و در حالا برنامه‌های آتی میتونیم این بحث رو در مراحل دیگه متمرکز بشیم. بخش ایده پردازی جاییه که نه فقط برای دیزاینرها بلکه برای آدم‌هایی که حتی مایی که داریم برنامه تلویزیونی تولید می‌کنیم، اون بخش ایده پردازی خیلی برامون مهمه. تقریبا الان یه طوری شده مشاغل خلاق شدن و اون مرحله ایده پردازی که دیزاینرها همیشه بهش می‌پرداختن برای همه مهم و جذابه. قبلا شاید اینجوری بود، مثلا یه خودروی رو می‌خواستن تولید بکنن، یه تعدادی تولید می‌کردن می‌دادن ملت سوارشن، بسته به اینکه چند نفر زنده بمونن یا نمونن، مثلا تلفات چه شکلی باشه، تصمیم می‌گرفتن که دفعه بعد بخشیشو اصلاح کنن. الان این ماجرا کمک می‌کنه که قبل از اینکه به سمت این بریم که تلفات بدیم، مثلا در زمینه خودرو خیالمون راحت باشه، یا تولید هر نوع محصولی. این ماجرای طراحی صرفاً معطوف به تولید محصولات فیزیکی قابل لمس میشه یا محصول رو اساساً یک بچه نرم افزاری هم براش قائلیم؟ کاملا ما چیزی رو طراحی میکنیم که به نوعی مصرف کننده مصرف میکنه. همون مثال تاکسی اینترنتی که زدم، اون یه خدمتیه که طراحی شده با تمام جزئیات تعامل ما با راننده، تعامل ما با پشتیبانی، همه اینا چیزایی که طراحی شده، حتی همون برنامه‌ای که ازش استفاده میکنیم، همه اینا حاصل طراحیه و تلاقی کار طراحان مختلف. خب پس ما اون باور قدیمی که طراحی یعنی این که مثلا شما نقاشی با چکش و قلم مثلا سنگو بتراشین یا نقاشی سیاه قلم بکنید، و یه مقدار باید بهش فرصت بدیم که بسیط‌تر بشه و یه مقدار ساحت‌های دیگرش رو هم درک بکنیم، که امروز انشالله بعد از اینکه این بخش گفتگومون تمام بشود، یک مهمان عزیزی به جمع اضافه میشن که وارد این عرصه شدن و عملاً دارن این کار رو انجام میدن. میخواین شما خودتون یه مقدمه بفرمایید در مورد بخش بعد که قراره چه اتفاقی بیفته و بعد کم کم بریم به سمت گفتگوی نهایی؟ یکی از فناوری‌هایی که خیلی استفاده میشه در حوزه‌های مختلف بحث پرینت سه‌بعدیه که جزء روندهای مهم فناورانه در سالهای اخیر و حتی سالهای آینده خواهد بود. ما اینجا در مورد این صحبت میکنیم که در حوزه طراحی یک محصول کجا میشه از این فناوری استفاده کرد و چطوری این فناوری ممزوج شده با فرایند طراحی. زنده باد. خب پس یواش یواش، البته ما که فکر کنم مای طلوع میگم دیگه، شما و آقای عباس داده. بله بله، خواهش میکنم. شما از بیرون هستیم به همراه آقای دکتر و همه دوستانی که الان چشم دوختن به من رصد میکنن من جرأت اشتباه کردن ندارم. یک خداحافظی تر و تمیز با سرکار خانم صبور نجات بکنیم قبل از اینکه کار به نطق کشیدن برسه و بخشی رو میبینیم، میریم سراغ گفتگوی نهاییمون. به نظرم میتونه جذاب باشه، ایشالله خدا کمک کنه این اتفاق بیفته. ایشالله.
خب برنامه طولو رو تماشا میکنید طبیعتاً، امیدوارم که تا حوالی ساعت 10-15 دقیقه بتونیم به شایستگی در خدمت شما باشیم و شما لطف کنید با ما همراه باشید. همونطور که عرض کردم در بخش قبل خدمتتون، میخواییم در مورد چاپگرهای سه‌بعدی و نسبتشون با نمونه سازی های صنعتی در زمینه طراحی صنعتی صحبت بکنیم به واسطه حضور جناب آقای محمد امین عباس زاده از متخصصین طراحی صنعتی و طراح محصول. سلام علیکم، صبح بخیر. سلام، صبح شما بخیر. خیلی ممنون که من دعوت کردین، خوشحالم که در خدمتتون هستم. بچه‌ها ما نمای باز از استودیو دیدیم، کلی واسه خودشون از این چیزا آوردن که ثابت کنن جدا از اینکه تئوری خوندن به لحاظ عملی هم فعالن تو این حوزه. آقا شما تخصصتون طراحی صنعتی است و ما می‌خوایم از شما برای شروع بپرسیم که اساساً طراحی صنعتی یعنی چی؟ یعنی صنعت طراحی می‌کنید یا طراحی می‌کنید برای صنعت؟ تقریبا هر دو جفتش. حالا خوشبختانه مهمان قبلی که توضیحات خیلی خوبی در واقع دادن، مهمان که نبودن، خانم صاحب نجات صاحب نه اینجا در واقع نه تو ویدیو کال در واقع آره اونجا هم یه توضیحات دادن، کار ما رو بله راحت کردن و خیلی کار خوب پیش رفت. خیلی عالی. طراحی صنعتی در واقع اومده یه پلی زده، شاید تو انقلاب صنعتی که پیش اومد توی اون دوران انقدر هیجان انگیز بود اینکه خب ما شروع کردیم داشتن یه سری محصولاتی که دیگه با قالب سازی و با فلز و متریالی که قبلا نبود تولید میشن. اون موقع خیلی به بحث زیبایی شناسانه شاید اونقدر اون ابتدا توجه نشد و کم کم حالا برای اینکه خب محصولات یه خوران زمختی در بیان یا بحث حالا فروش، بحث عواطف و اون بازخورد مشتری کم کم توی رقابت شرکت‌ها و کارخونه‌ها پیش اومد، طراحی صنعتی جاشو کم کم باز کرد و الان یه جورایی داره جلو میزنه از طراحی، از ساخت محصول، چون خب تکنولوژی‌ها خیلی پیشرفت کرده و الان همه کشورها میتونن هر محصولی تقریبا تولید کنن. الان شرکت‌ها اومدن خب خیلی روی بحث طراحی، اون حس و در واقع چیزی که سنسی که در واقع محصول به مشتری میده بیشتر دارن الان کار میکنن. من خواهم ببینم اگر اشتباه میکنم شما اصلاح بکنید که طراحی صنعتی پس بیشتر به جنبه های زیبایی شناختی کار توجه میکنه. جنبه های زیبایی شناختی در واقع در مرحله اول و مجموعه احساساتی که اون کاربر در واقع اون مخاطب، حالا میتونه مخاطب محصول فیزیکی باشه یا یه خدمات، از اون در واقع حالا کار شما طراحی شما میگیره. حالا میتونه از یه صدای باز شدن مثلا در خودرو باشه که یه طراح صنعتی طراحی میکنه، یعنی علاوه بر حالا طراحی نمای بیرونی خودرو که شاید بیشتر به صورت کلاسیک تو ایران طراح صنعتی با طراح خودرو میشناسن، ولی خب لایه‌های دیگه‌اش جامعه شناسی در واقع که اینکه از طراحی بافت، رنگ، چیزهای مختلفی که توی هر محیط و در واقع کاتگوری باید خب یه طراح صنعتی خیلی خوب تحقیق بکنه و همه این اطلاعات رو جمع بکنه، علاوه بر بحث زیبایی شناسی اینا رو جمع بکنه و نتیجهش میشه یه محصولی که از هر نظر به شما اون احساس خوب رو القا میکنه. پس کسی که طراح صنعتی در واقع در زمینه طراح صنعتی کار میکنه، اون کسیه که بیش از این که صرفاً تولید محصول براش مهم باشه، جزئیات و کاملا سهولت و لذت استفاده از محصول براش در واقع مسئله است. دقیقاً. امروز حالا چون شما نمونه ها رو آوردین، اگه و همونطور هم که تو بخش قبلی بهش اشاره کردیم، اگه موافقی بریم سراغ مدل سازی. و این واژه هایی که خیلی ساده است، ممکنه مثلا صبح تا شب خیلی زیاد ازشون استفاده بکنیم، ولی خوبه که معنی عمیق تخصصیش دست کم تو حوزه فعالیت شما جا بیفته و اینکه بفهمید که ساخت در واقع نمونه اولیه یا مدل سازی اساسا یعنی چی. خواهش میکنم. من یه توضیح کوچولو بدم که این بحث طراحی صنعتی و طراحی محصول همیشه توی تیم خیلی خوب جواب میده و توی یه تیم خوب طراحی محصول ما حتما مثلا یه مهندس مکانیک خیلی خوب هم باید داشته باشیم، جامعه شناس داریم، روان شناس داریم تو شرکت بزرگ و همه اینا جمع میشه با طراح صنعتی و اینا یه مجموعه میشه که حالا در نهایت یعنی مثلا اون روان شناس، جامعه شناس، نمیدونم حالا اون کسایی که هستن ایده هاشون رو به شما میدن و شما اون ایده ها رو تبدیل میکنید به معنی نمونه محصولیشو تبدیل میکنید. بله دقیقاً. مثلا هر فرمی، مثلا فرمای تیز ممکنه به خاطر چیزی که ما تو ژنتیکمون داریم مثلا یادآور مثل چیزی مثل سرنیزه باشه، یا فرمای منحنی و کروودار مثلا
ممکن حس آرامش بدن، اینا رو ما نمیتونیم هر چیزی تو هر جای استفاده کنیم. مثلا محصولات بیمارستانی معمولا خیلی کرو دارن، ساده، رنگشون معمولا سفید یا رنگ روشن. منظور انحناء دیگه یعنی. بله دقیقاً. تا جایی که میشه حالا بتونیم با هم فارسی صحبت کنیم ممنون میشم. حتما. خب اینا باعث میشه که در واقع یه دفعه بشینیم مثلا در مورد این حرف بزنیم که مثلا اون کسایی که میرن روانشناسی میخونن شاید خودشون ندونن که مثلا توی فلان شرکت بزرگ تولید خودرو یه جای مهمی میتونن داشته باشن، تولید حتی خمیر دندون. بله بله. که حالا اینو شما بهتر میتونید بهم توضیح بدید. اما بریم سراغ مدل سازی. بله. و نمونه ساخت، یعنی ساخت نمونه اولیه. خب حالا ما فکر میکنیم که الان مثلا یه محصول رو در واقع طراحی کردیم و تا قسمت زیادی پیش بردیم، تمام قسمتایی که صحبت کردیم و انجام دادیم و توی نرم افزار بعد اینکه اسکچ های دستی زده شده، یه متخصص که طراح 3D هست یا سه‌بعدی میکنه توی نرم افزار کامپیوتر اینو طراحی کرده و حالا ما چند تا روش پیش رومون داریم و نیاز داریم که نمونه اولیه داشته باشیم. در واقع اون مراحلی که خانم باهوش ثابت توضیح دادن پیش از این پی شده، رسیده به شما نمونه سه‌بعدی کامپیوتری حالا یا رایانه‌ای. بله. حالا شما باید یه اتفاقی رو رقم بزنید. بله بله. حالا ما از ساخت این پروتوتایپ یا ماکت، که حالا فرق ماکت و پروتوتایپ هم با هم صحبت می‌کنیم، یه سری هدف ها داریم. اگر فقط بحث زیبایی شناسی باشه که ما میریم تو بحث ماکت و ممکنه که مثلا یه جارو برقی رو از پلاستیک، فوم، چوب، فایبرگلاس، از متریال مختلفی بسازیم که اینجا میشه ماکت. بیشتر بحث جنبه نمایشیه، نمایش رنگ، فرم، ارگونومی را میتونیم تو این حالت‌های حدی چک بکنیم که مثلا چنگش، وزن، یه سری چیزها رو تو همون ماکت هم میتونیم اضافه بکنیم و در واقع جنبه نمایشی داره توی شوها، توی نمایشگاه‌ها. یه بازخورد اولیه شما میتونید از این ماکت یا نمونه اولیه‌تون در واقع بگیرید. حالا اتفاقی که میفته و خب الان شاید تو یک دو دهه اخیر خب پرینترهای سه‌بعدی اومدن، کار تا حد خیلی زیادی راحت کردن. در گذشته خب شاید بعضی محصول قدیمی که حالا تولید میشد و خودمون هم تجربه کرده باشیم، محصولی هستن که احساس خوبی ندارین، یعنی از استفادهشون مشخصه که مستقیما شاید بعد از طراحی ساخته شده و حالا به خاطر هزینه‌ای که اون در واقع مجموعه کرده دیگه جای بازگشت نداشتن و مجبور شدن محصول رو بدن. مثلا دستگیره ای که خیلی تیزه، به انگشتای شما فشار میاره، یا حالا محصول مشابه اینطوری. حالا در واقع از جیب مشتری سعی و خطا میکرد. دقیقاً. یا مثلا چند هزار تولید میکرد، هزینه اولیه برمیگشت، بعد میرفتن تو مثلا سال بعد در واقع محصول رو اصلاح میکردن و اینجوری اون پروتوتایپینگ رو یه جوری کنار میذاشتن و خب یه جوری به ضرر پروتوتایپینگ، اگه فارسیشو بگیم نمونه سازی اولیه. نمونه سازی اولیه میشه تقریبا. تا جایی که میشه پس همین استفاده کنیم. الان چه اتفاقی افتاده؟ دیگه اون دوره سپری شده، دیگه دستامون قرار نیستش که بله، زخم زیدی بشه. بله، چه اتفاقی افتاده که اینجوری نمیشه؟ حالا روشای قبلا بود، روشایی که پرینت سه‌بعدی هم که خب اضافه شده. پرینت سه‌بعدی در گذشته هم بود ولی به صورت تجاری و انقدر گسترده با قیمت‌های مناسب، چون یه حق ثبت یا پتنتی هم بود که اون منقضی شد چند سال پیش و باعث شد که خیلی قیمت دستگاه مخصوصا تکنولوژی FDMشون بیاد پایین و الان به صورت خیلی خوب و در دسترس شرکت ایرانی هم حتی دستگاه پرینتر سه‌بعدی دارن و ما مثلا فکر میکنیم که الان یه شرکت یه جاروبرقی طراحی کرده و مثلا اون جاروبرقی علاوه بر ظاهر بیرونش که خب کاراش فکر میکنیم که انجام شده، داخلش یه سری قطعات مثل کلید، موتور، فیلتر و محفظه‌ای هستش که بعداً بعد از ساخت اضافه میشه. به حال کاری که پرینتر سه‌بعدی انجام میده و اینجا میشه دیگه به غیر از ماکت، ما اینجا میریم وارد مرحله پروتوتایپ میشیم یا نمونه اولیه. نمونه اولیه اینجوری هستش که دیگه شما میتونید تمام قطعات رو سوار کنید روی محصول و اگر خیلی به جزئیات در واقع وفادار باشین، کاملا مشابه نمونه اصلی که توی در واقع قفسه خریدار میتونه در واقع تهیه بکنه اون قطعه رو میسازین و تمام تستاتون از روش انجام میدین. یعنی فقط شکل بیرونی نیست که ساخته میشه، تک تک جزئیات داخلیش هم یه نمونه پرینت سه‌بعدی یا چاپگر سه‌بعدی تهیه میکنه و سوار میشه. و خیلی از قطعات هم خب مثلا مثل یه فیلتر ممکنه تو چند تا از صنایع استفاده بشه، موتور الکتریکی ممکنه موتور رو یه شرکت در واقع تولید کننده محصول لوازم خانگی مثلا همون جاروبرقی داشته باشه، هم روی مثلا همزن اون موتور رو نصب میکنن و حالا فیلتر اینا نصب میکنن و کارکرد واقعیش رو چک میکنن. آها. خب پس حالا اگه بخوایم بریم سراغ این که تو یه اشاره به ماکت کردی و
یه جایی اشاره کردی که ماکت با نمونه اولیه یه ذره متفاوته. بله. این تفاوت رو من نمیفهمم. یعنی وقتی من میگی ماکت میگم خب همونه دیگه. تفاوتش تو همین بخش آخر صحبتته. دقیقاً. ما توی ماکت حالا پوسته بیرونی رو تقریبا فقط میبینیم، ولی توی نمونه یا پروتوتایپ هر دو تا پوسته بیرونی و داخلی رو به صورت کامل طراحی میکنه. حتی کارکرد کلیدا، در اومدن کابل از اون جارو برقی، همه رو کاملا چک میکنیم و به جزئیات میرسیم. خب الان این نمونه ای که ما اینجا داریم میتونه کمکی بکنه بهمون، چون الان یه چیزایی رو شما برای ما بله. آماده کردین، آوردین. دیروزم میدونم تا پاسی از شب مشغول تهیه کردید اینا بودین. یه مقدار در موردش برامون حرف بزن، ضمن اینکه ما ویدیوهایی هم داریم درست آقای خسروی، که حالا هر وقت که دیدی به فراخور بحث بله. میشه نمایشش بدیم و روش صحبت. حتما خوشحال میشم. عرضم به حضورتون بابت این حالا نمونه‌ای که ما اینجا می‌بینیم. موتور چیه قصه‌ش اونجا؟ اون اولی که من سعی کردم از محصولاتی اینجا استفاده بکنم که کار بچه طراحی صنعتی سال‌های مختلف، حالا اون موتور برای چند تا از تیم بچه طراحی صنعتی دانشگاه تهران و دانشگاه هنر تهران هست که برای یه سری مسابقات خودرو الکتریکی بود، بعد موتور سیگلت الکتریکی بود که برای اون حالا مسابقه طراحی شده بود. البته فکر می‌کنم به بحث تولید نرسید، ولی برای اونجا طراحی شده بود. یا این خودرو مثلا برای مسابقات خودروهای هایبرید دانشگاه شریف تو سال 89 90 طراحی شده بود، که حالا من خودم تو تیم طراحیش بودم. ما یه تیم 20 نفره بودیم که همون صحبت همراهی بچه مکانیک و طراحی صنعتی بود که اونجا در واقع این خودرو ساخته شد. و اینا الان هر دو در واقع ماکت هستن. حالا اون نمونه موتورسیکلتی که مشاهده می‌کنید به روش تراش CNC که بهش میرسیم ساخته شده رو فوم فشرده. این ماکت خودرو هم همینطور مقیاس 1/2 نمونه واقعی هست که روی فوم فشرده ساخته شده و بالا یه سری دوستان دارن الان میبینن. بله یه سری کارام روش انجام شده و مثلا رنگ‌آمیزی شده و حالا خب اینا کاملا ماکت در واقع ماکت. اینا ماکتن. بله. چون اصطلاحاً دل و رودهشو طراحی نکردید. هر چی هست یه عکس کار بیرونیه. درسته؟ دقیقاً. بله بله. این چیه انقدر خطرناکه؟ یه داره تیز من به لحاظ حسی با این جور شبیه همون مثلا یافته‌های باستان‌شناسان مثلا دندون دایناسور چیزی شبیه به این. آره این دقیقاً همون صحبت فرمی اینم که کردیم باز اینجا هم تو بحث دماغ و این هشامتین ببین. این یه در واقع اینم به کار یکی از بچه طراحی دانشگاه هنر تهران هست که 3D پرینت شده. و یه دست بزنم که نه مشکل نداره کامل. اوکی. خب بچه ها اگر فکر میکنین لازمه من اینو یه حرکتی بکنم باهاش، بله. ترکیب قایق و هواپیماست یه جورایی، رو سطح آب با ارتفاع خیلی پایین اینجوری حرکت میکنه. بله مثلا تو فاصله 2 متری از سطح آب در واقع. اینم ماکته. این هم یک جور ماکت محاسبه میشه. بله. چون میخوام تفاوتش رو بتونیم جا بندازیم. بله. اون ویدیو اولیه رو اگر آماده است با هم ببینیم که آقای عباس‌زاده هم روش توضیح دارن یا نکته‌ای دارن بهش اشاره بکنن، که ما چیز بود 10-12 دقیقه بیشتر زمان نداریم، میخوایم به همه مباحث برسیم. حالا هر وقت پخش شد به منم اطلاع بدیم. بله ظاهرا داره تصویر پخش میشه. میخوای توضیح بدی در موردش که ماجرا از چه قراره؟ خواهش میکنم. اینجا ما داریم در واقع بچه آره صدای شما رو تصویر شنیده میشه. اوکی. خب اینجا ما داریم در واقع به روش تراش CNC یه ماکت خودرو رو توی مقیاس 1/1 میسازیم و در واقع این کارگاه خودتونه. بله بله مجموعه هستش که ما اونجا حالا بچه اگه از جلوی مانیتور بیان این طرف من ببینمش آره ممنون میشم. خواهش. خب یه ذره برام بگو قصه چی بود؟ خواهش میکنم. ظاهرش که خیلی شیک و رسمی بود. آره متشکرم. خواهش. این در واقع یه ماکت یه خودروی حالا خارجی بود که ما برای تست در واقع اینجا اومدیم با دستگاهی که توی مجموعه هم تهیه کردیم ساختیم. این دستگاه اینجا بخش خصوصیه یا بخش دانشگاهی؟ بخش خصوصیه. خب بله اونجا حالا مجموعه هست که ما در واقع برای همین کارها در واقع تدارک دیدیم و حالا پرینتر سه‌بعدی، دستگاه تراش CNC و یک دستگاه دیگه داریم که همین خدمات نمونه سازی رو به مشتری. این اتفاقه ممکنه از بیرون منی که اطلاعاتم کافی نیست فکر کنم که یک کار سرگرم کننده یا جذابه که یه سری آدم خلاق میخوان شیطونی کنن لذت ببرن، ولی حتما این نیست.
تو برام بگو اهمیت این اتفاق رو و چه تأثیری میتونه رو صنعت ما بذاره. میتونه کمک کنه که ما خودروهای بهتری سوار شیم. 100% حتما. ببینید حالا مثلا ما اینجا هم الان اومدیم این خودرو رو که ساختیم باز یه جورایی ماکت در نظر میگیریمش اینجا با تفاصیل و توضیحاتی که دادیم. ما توی این مرحله وقتی که مثلا ماکت این خودرو رو ساختیم توی مقیاس 1:1 برای تست بود، ولی حالا یه خودروساز میتونه این سفارش رو به ما بده و جنبای زیبایی شناسی اولا خودروشو بررسی میکنه توی نمایشگاه‌ها و حالا بازخورده رو میگیره. یه سری تست‌ها هست مثل تست‌های تونل هوا، اینها که حالا باز کمتر اینجا انجام میشه، ولی خب معمولا با همین ماکت هم میشه انجامش داد. یعنی ماده تشکیل دهنده و سازنده خودرو در واقع اون چیزی که میخوان متریال رو به کار نبرن، جنس بدنش همونه وقتی شما پرینت میگیرین که بتونه تحت تست ها و آزمایش ها همون واکنش نشون جنس بدنه. آره اون پوشش نهایی که روش میخوره همون رنگ خودرو میخوره، ولی تو تونل باد مثلا خیلی نیاز به این نیست که چیز باشه. ولی حالا توی مرحله بعدی اگر ما همین خودرو داشته باشیم به صورت پوسته طراحیش بکنیم و کاربر بتونه داخلش بشینه باز و بسته شدن درها، دسترسی مثلا به ولوم ها، فرمون، اون ابزارک هایی که در واقع میتونه مثلا کولر و سیستم تهویه رو چک بکنه و استفاده بکنه، اون قسمت اگه همه اینها کار بکنه و بتونه کاربر استفاده کنه، اونجا دیگه ما یه پروتوتایپ خودرو یا نمونه اولیه داریم که همه مشخصات خودرو رو میشه روش چک کرد. و تو اگه فکر میکنی لازمه که ما بریم اونجا، آقای خسروی ما اجازه داریم اگه لازم بشه بلند شیم بریم بچهای تصویربردار اینا؟ آره اگه فکر میکنی لازمه میتونیم بریم رو تصویر حرف بزنیم. آره. اگر اینجا که راحتی و قشنگ داری کارتو انجام میدی خودت تصمیم بگیر دیگه. به هر حال امکانات هست. اگه حالا یه قسمت یه کوچولو بتونیم ویدئویی که پخش شده داشته باشیم من یه توضیح بدم. آره خیلی هم عالی، متشکرم. حالا این دستگاه یه دستگاه نمونه سازی سریع هست، در واقع جزو دسته‌بندی دستگاه‌هایی که تو نمونه سازی سریع استفاده میشه قرار میگیره مثل پرینتر سه‌بعدی. منتها تفاوتش این هستش که خب ابعادش خیلی بزرگتر. ما این دستگاه تو ایران خودمون در واقع ساختیمش و چیزی که اینجا مشاهده میکنید ویژگی که این دستگاه داره اینه که ابعاد خیلی بزرگتری از یه پرینتر سه‌بعدی رو میتونه برای ما چه قابلیت آماده بکنه. فقط قابلیتش اینه که میتونه توی اشل بزرگتر تولید کنه. بله ابعاد خیلی بزرگتر هست و یکی این که شما هر متریالی رو میتونید به این روش تولید بکنید و بتراشین. توی در واقع روش پرینت سه‌بعدی یه سری متریال مشخص و محدود هست، ولی ما توی این روش امکانی که داریم اینه که متریال های مختلف مثل فلز، حالا فوم و خب الان فکر میکنم این مادهی که الان داره بریده میشه. آره خب بریم ببینیم بیایم چون بتونیم در واقع مستاقش رو درک کنم. آره اینجا فوم و فلز رو داریم به یه چیزی اشاره میکنیم که تصویرش رو نبینیم. آره خوش اگه ممکنه ببینیم بعد برگردیم داخل. خب این ویدئوی در واقع خودروی فومیه که شما تعریف کردین، یه ذره در موردش بگین چون قبل از این هی داشتیم صحبت می‌کردیم مخاطب بس نمی‌شد به صحبت. درست. آره خب روش پرینت سه‌بعدی یه روش افزایشی هست، حالا یه سری مزایای معایب داره. این دستگاهی که الان اینجا فیلمش رو با هم مشاهده کردیم روش کاهشی هست یا روش تراش سی ان سی که دستگاهش اینجا ما ساختیم توی مجموعه و یه سری مزایا و معایب داره به نسبت پرینت سه‌بعدی، ولی باز زیر شاخه در واقع روش نمونه سازی سریع هست که مزیتی که به نسبت پرینت سه‌بعدی داره این روش اینه که
این روش روش سرده یا در واقع برخلاف پرینت سه‌بعدی که پلاستیک به صورت مذاب یا حالا متریال دیگه به صورت مایع از اون نازل خارج میشن و محصول تولید میشه، معمولا یه اختلاف چون بعد اینکه پلاستیک یا اون پلیمر خنک میشه یه اختلاف عددی با حالت اولیه داره، باعث ایجاد یه مشکل میشه که بعد حتما طراح اینو محاسبه بکنه. تو این روش دیگه ما یه بلوک متریال یا یه قطعه از یه در واقع ماده ای رو داریم که حالا فقط تراشیده میشه و تو این پروسه تو این فرایند دیگه تغییر سایز یا مشکل اینطوری نداریم. مثل مجسمه سازا که یه قطعه سنگ بزرگو میذارن میتراشن. دقیقاً تقریبا میشه گفت به همین روش انجام میشه با ورودی اطلاعات کامپیوتری که از قبل طراحی شده و حالا اون بازوی رباتیک اینجا میاد اضافه اون متریال اون مواد رو برمی‌داره از روی اون کار ما و ما به حجم نهایی میرسیم. خب این فناوری که الان ازش یاد کردیم ما نسبت در واقع استفادهمون، میزان استفادهمون، دانش فنیمون توی این حوزه نسبت به دنیا چطوره وضعیتش؟ در کل بدون اینکه بخوایم بی خود مثلا هیجان زده بشیم ما واقعیت رو بگیم که بعد بدونیم بعداً باید چیکار کنیم. بخوایم اگر کاملا صادقانه بگیم ما تو بحث فنی و تو بحث تکنولوژی خیلی عقب نیستیم و این دستگاه رو میتونیم و دستگاه مشابه رو میتونیم داشته باشیم. بیشتر تو بحث نرم افزاریه و خروجی گرفتن از این دستگاه هاست که ما نیاز داریم که یه مقدار بیشتر روش کار بکنیم، وگرنه اون صرف وجود اون دستگاه خب خیلی خوبه ولی نحوه حالا بحث کد نویسی است، نحوه استفاده این دستگاه است که جا داره باز اینجا بیشتر. مثلا کارش. ما بگیم رنگ و قلمو داریم ولی بعد نقاشش رو پیدا کنیم که از این خیلی خوب نیاز داره و اینکه خب باز این فرایند نسبتاً نوینیه تو ایران و نیاز به شناخته شدن داره. من خیلیا میدونم که هنوز خیلی کار رو مثلا رو همین فرم فشار با دست انجام میدن یا نقشه رو چاپ میکنن میزن رو فرم شروع میکنن با تیغ در آوردن. شرکت خیلی بزرگ خودروسازا الان این روش ها استفاده میکنن. چه مزیتی داره که همه خودروسازا رو آوردن به این فناوری و ما هنوز آشنا نشدیم به هاشن؟ یه ذره اختلاف زمانی داریم. خودروسازا خب توی تا یه حد زیادی نمونه سازی لازمه که در واقع قطعاتشون رو چک بکنن قبل از اینکه ساخته بشه، چون قطعات خودرو معمولا تکنولوژی بالایی توش استفاده میشه و اگر تولید بشه و برگرده و قطعه اون چیزی که میخوان نباشه معمولا خودروساز هزینه خیلی زیادی متحمل میشه. خیلی زود و جلوتر از همه فناوری ها در واقع نمونه سازی سریع وارد شد تو شرکت خودروسازی و تو بحث نظامی هم به همین شکل، چون تو بحث نظامی هم باز امکان حالا شکست یا سعی و خطا خب خیلی پایین‌تر از حتی خودروسازی هست. خب اونجا بیشتر استفاده میشه ولی خب این مثلا این دستگاه تراش سی‌ان‌سی برای روش‌های حجم سازی، حتی برای مجسمه سازی، برای کار مختلف استفاده میشه. سرعت خیلی بالایی داره، شما مثلا در عرض یک روز میتونید حجمی رو بسازین که یه مدل ساز تو گذشته که این کار با نقشه انجام میداد با دست شد یک ماه دو ماه این کارو انجام میداد و یه تکنولوژی یا در واقع توانایی بود که خیلی گرون بود، حقوقای خیلی بالایی میگرفتن این افراد در گذشته دهه مثلا 1920 توی حالا آمریکا، کسایی بودن که این کارا همه با دست انجام میدن و واقعا خب استادکارایی بودن که خیلی زمان میذاشتن برای یه کاری که ما الان مثلا یک روز انجامش میدیم. یعنی اگر این دستگاه بود یه چیز تحت عنوان میکلانج و اون مجسمه ها و اینا مثلا آقای میکلانج طراحی میکردن این دستگاه میداد بیرون. آره آره ما تو اون هیته وارد نمیشیم، دوستان هنری احتمالاً. نه حالا که جنبه مزاح داره آره. البته که اون ارزش هنری اون بسیار بالاست، ولی میخوام بگم که اساسا انگار تو شیوه های خلق اثر هنری هم داره تاثیر میذاره. به یک روش کامل انجام میشه. ما یکی از کارهای دیگه‌ایم که انجام میدیم الان مثلا مجسمه هایی رو مثلا تو ابعاد کوچیک در واقع طراحی میکنیم، اسکن سه‌بعدی از روشون انجام میدیم، اون فایل بزرگتر رو به این دستگاه میسپاریم و الان مثلا چند تا مجسمه هم حتی تراشیم. خب پس اگه درست فهمیده باشم در تمام بخش های صنعتی هنری که منجر به تولید محصول میشه، مخصوصا اونایی که در واقع صنایع ظریف یا دقیق هستن، این فناوری خیلی میتونه کمک کنه. کاملا بله. احیانا این دستگاه اگه قرار بود که ما کامل از اون ور واردش بکنیم چه اتفاقاتی به لحاظ مالی باید می افتاد و ما چقدر صرفه جویی اقتصادی کردیم؟
فکر میکنم حالا یه توضیح هم بدم، این دستگاه برای روش‌های دیگه هم استفاده میشه، مثلا برای تراش فلز و دستگاه مشابهی با یکم تغییرات توی خودروسازی ها و شرکت خصوصی دیگه هست، ولی این دستگاه مخصوص نمونه سازی سریع برای بیشتر متریال غیر فلزی هست. ما توی این دستگاه وقتی که میخواستیم شروع بکنیم به ساخت، من فکر میکنم حدوداً با حالا هزینه های امروز یک چیزی هلوهاش این دستگاه شاید هلوهاش 600-700 میلیون تموم بشه، ولی نمونه های خارجیش از حدود مثلا 4 میلیارد تومان شروع میشه و یکی از ویژگیش اینه که خب ما یه سری قطعات رو تونستیم بسازیم، یه سریش رو وارد کنیم، ولی معمولا قطعات الکترونیک بود. وارد کردن دستگاه با اون سازه خیلی بزرگ کار سختیه و بحثای حمل و نقل و نصبش اینا هست و خب مصیبت خودشو داره. آره و یه چیزی بود، یک دقیقه زمان داریم چون میدونم مباحث زیادی رو آماده کردی در مورد شرف بزنی، خودت انتخاب کن به عنوان بحث پایانی اون چیزی که اهمیت بیشتری اگر ایرادی نداره بریم یکم راجع به اون خودرویی که دیدیم توی ویدیو یه صحبت کوچیک بکنیم. آیا خسروی میخوان تصویر خودرو رو روی نمایشگر ببینن و در میگن تیتراژ آخره و شما بگین، فکر میکنم میتونن از همون تصویری که تو ذهنشون هست. حالا اگر شما تصویر رو به صورت ثابت روی نمایشگر نشون بدید شما توضیحتون. خیلی ممنون که حالا وقت گذاشتین و گوش دادین به صحبت ما. فقط راجبه همین خودروی در واقع سیمرغ، در واقع این خودرویی که خودروی هیبریدیه، بله هیبریدیه که اینجا تصویرش ملاحظه میکنین، این در واقع پروتوتایپه که کاملا عملکردی ساخته شده. یعنی اینجا ما حالا ماکت 1/2 رو میبینیم توی تصویر سال 90، فکر میکنم اینجا الان توی پیست آزادی هست که این خودرو داره تست میشه برای مسابقات خودرو الکتریکی دانشگاه شریف و کاملا تست شد و آره حالا اون تایم. خب الان چرا به تولید نرسید اگه بخوای کوتاه بگی یا قراره برسه؟ فکر نمیکنم این سه بحثای حالا یه گره های هست. پس ما بلدیم خودروی خوب بله 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 اینکه حالا چرا تولید توانش هست یه بحث، هر وقت دوستان میخوان توانش هست و اون تیمی هم که ما با امیر ساختیم همه آمادگی دارن و میشه، کار سخت نیست، متخصص زیادی داریم. متشکرم محمد امین عباس‌زاده عزیز، خیلی متشکرم و از کسانی که اهل عمل است به جای صحبت بی‌فایده. امیدوارم که موفق باشین. از شما ممنونم که امروز تولو رو تماشا کردید. آرزوی همیشگی ما از صمیم قلب اینه که درخشان و آگاه باشید تا فردا ساعت 9 صبح به شرط حیات. خیلی مخلصیم، خدا نگهدار.